بیانیه مشترک 66 شخصیت سیاسی از اقلیم کردستان عراق، ضرورت تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی. فراخوان به سازمان ملل برای استقرار یک تیم ناظر ملل متحد به طور دائم در لیبرتی. متن بیانیه مشترک: جان پناهنده و حقوق وی باید حفاظت شود. بعد از اینکه پرونده پناهندگان ایرانی در کمپ اشرف در ابتدای سال 2009 از طرف نیروهای آمریکا به دولت عراق تحویل داده شد، تاکنون 7 بار نیروهای دولت عراق اقدام به کشتار آنها کردند که کشتار جمعی اول ماه سپتامبر 2013 در کمپ اشرف نمونه بارز این گونه کشتار هاست. بدون اینکه دولت عراق اجازه بدهد یک تحقیقات بی‌طرفانه بین المللی در خصوص آن صورت گیرد یا اینکه کسی به خاطر ارتکاب این جنایت دستگیر شود و به دادگاه کشانیده شود و مجازات گردد. تاکنون 134 تن از این پناهندگان ایرانی کشته و بیش از 1300 تن دیگر مجروح شدند. اشرفی ها که به اجبار به کمپ فاقد امکانات لیبرتی منتقل شدند و مورد تهدید و محاصره سخت دولت عراق قرار دارند، 4 بار نیز با همکاری دولت عراق موشکباران شدند. کلیه ساکنان کمپ اشرف که اکنون در کمپ لیبرتی اسکان داده شدند، طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده هستند و از طرف کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده و پناهجو به رسمیت شناخته شدند و بر اساس قوانین بین المللی حفاظت شده هستند. ما امضا کنندگان بیانیه حاضر با اتکا به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری با کمپین بین المللی برای حفاظت از این پناهندگان همصدا می‌شویم و خواستار موارد زیر هستیم. 1. دولت عراق را وادار کنید که به محاصره این کمپ پایان دهد و اجازه بدهد ساکنان الزامات امنیتی و حفاظتی خود را با مخارج خودشان تأمین کنند، من جمله بازگرداندن تیوالهایی که از قبل در لیبرتی وجود داشته است. 2. به منظور جلوگیری از کشتارهای بیشتر و تأمین امنیت و حفاظت از جان ساکنان، لازم است یک تیم ناظر سازمان ملل به طور دائم در لیبرتی مستقر شود و لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان اعلام شود. 3. ما سازمان ملل را فرا می‌خوانیم تا یک کمیته بین المللی برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در خصوص کشتارهای صورت گرفته تشکیل دهد. 4. دولت عراق را وادار کنید 7 گروگان اشرفی را آزاد سازد. 5. به ساکنان اجازه داده شود تا از خدمات انسانی و پزشکی با مخارج خودشان برخوردار شوند و برای بیماران خود ساختمان بسازند. امضا کنندگان: ریبار سیویلی، استاد دانشگاه، نویسنده. آسو هاشم، وکیل، سردبیر مجله حقوقی دستور. لاوژد چواد، مبارز حقوق زنان. مهدی زریان، سندیکای روزنامه نگاران کردستان شاخه کرکوک. رامان مجید، حقوقدان. امید مامرسول بلباس، مشاور توسعه و استراتژی. دانا عبدالرحمن فرج، استاد دانشگاه و فعال مدنی. فریاد حسن محمد حیرانی، شاعر و نویسنده. سربست خسرو عارف، نویسنده و مترجم. بختیار سعید، ناظر سیاسی. شیرکو کرمانج، استاد دانشگاه. فریدون بیوار، روزنامه نگار. دوان معروف، نویسنده. بختیار محمد علی هرکی، فعال حقوق بشر. حسین بفرین، شاعر و نویسنده. شاخوان شورش،
مبارز حقوق بشر، کجال فقه، مبارز حقوق زنان، دانا هاشم، نماینده دانشجویان دانشگاه اربیل، هرش انور، مسئول مرکز جوانان دموکرات در گرمیان، آسو عبداللطیف، روزنامه نگار، آرام باموکی، روزنامه نگار، فیصل محمد، روزنامه نگار، برهان مصطفی شارزوری، استاد، هیمن محمد جزا، شاعر و موسیقیدان، نظیره عزیز جاف، روزنامه نگار، هوشیار انور ابراهیم، شاعر، هیوا شوانی، شاعر، مرشد برادوستی، روزنامه نگار، نزار گزالی، روزنامه نگار، خلیل رضایی، فعال سیاسی، پولا بابانی، فعال مدنی، محسن جوامیر، نویسنده، سیروان عبدل، دانشگاهی، حسن یاسین، روزنامه نگار، سالار عمر، فعال مدنی، نوروز محمد قادر، فعال مدنی، هیوا جمال خورشید، فعال مدنی، رزوان بابل شریف، فعال مدنی، سلیمان نعمان رسول، فعال مدنی، قریب شریف سلیمان، فعال مدنی، کاردو رضا خورشید، فعال مدنی، وریا توفیق محی الدین، فعال مدنی، صابر خیرالله رشید، فعال مدنی، سالار ناظم صلاح، فعال مدنی، بکر حسین قادر، فعال مدنی، نظام ناظم محمد، فعال مدنی، جوتیار حلال نادر، فعال مدنی، ناسک اجیل، فعال محیط زیست، شوان محمد، فعال مدنی، ریبین محمد، حقوقدان، ریباز جمال، حقوقدان، سازان عمر، فعال مدنی، گرمیان، حفال انور، فعال مدنی، گرمیان، خزه احمر، فعال مدنی، گرمیان، بیان قادر، فعال مدنی، گرمیان، حسین محمد، روزنامه نگار، دیدار عثمان، روزنامه نگار، علی محمود محمود، نویسنده، عبدالله عباس، نویسنده و روزنامه نگار، محمد گمیشینی، روزنامه نگار، خالد جمیل عبدالصمد، نویسنده و فعال مدنی، فرهاد کریم، فعال مدنی، کیخسرو عبدالکریم، فعال مدنی، صباح رش، فعال مدنی، گلچین رشید، فعال مدنی، تازرا بوتانی، روزنامه نگار. پایگاه خبررسانی کردی آوین نیوز، شخصیت‌های سیاسی و روشنفکران و فعالان کرد در بیانیه خواستار آن شدند که به ساکنان کمپ لیبرتی اجازه دهند با مخارج خودشان نیازهای امنیتی و حفاظتی از جمله برگرداندن تیوالهایی که قبلا در این کمپ بوده را تامین کنند. آنها همچنین خواستار برداشته شدن محاصره لیبرتی شدند. این بیانیه خواستار آن است که یک نیروی سازمان ملل با هدف ممانعت از کشتار برای تأمین امنیت و حفاظت ساکنان در داخل کمپ لیبرتی به طور دائم مستقر شود و ضروری است که لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی اعلام شود. وزیر نظارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قرار گیرد. این شخصیت‌ها اعلام کردند به دنبال اینکه کیس پناهندگان ایرانی در کمپ اشرف از آغاز سال 2009 از طرف نیروهای آمریکایی تحویل دولت عراق شده است، تا کنون ساکنین این کمپ 7 بار زیر چتر دولت عراق هدف کشتار قرار گرفتند که بارزترین آن قتل عام سپتامبر 2013 در کمپ اشرف است.